از تابلوهایی که من در سال 1353 کشیدم که البته همش ما سعی میکردیم در مسافرت باشیم، خوشبختانه بهرام جون عادت کرده بود به نقاشی من و میدید که من جدی دارم کار میکنم، تقریبا دیگه به من همکاری میکرد و مسافرت هایی میرفتیم و من در مسافرت ها حتی میشد که وسط جاده بگم بهرام جون اینجا نگه دار ببینیم چقدر اینجا قشنگه، چقدر منظره اینجا زیباست، چه رنگ های درخت ها فرق کرده، یا چقدر رودخونه اینجا قشنگه، اینجا رو هم دلم میخواد شما ببینید. ایشون یه ترمز میکردن و ماشین رو میکشتن کنار، میمدیم پایین با هم نگاه میکردیم. ایشون هم علاقه زیادی به طبیعت داشتن و همین ها باعث شده بود که از این به بعد منو بیشتر همراهی کنن، گرچه خب دوست داشتن که در زندگی هم برنامه خودشون داشته باشن، استراحتشون به جا باشه، خورد و خوراک مرتب باشه، آمد و رفت مهمون ها هم باشن، دید و دیدار ها و بازدید ها هم به جای خودش، و من سعی میکردم که همین ها رو به نسبت رعایت بکنم. تابلوهایی که من کشتم در سال 1353 تابلوی فروهر بود که برگرفته از نقش فروهر که آرم زرتشتیانه، که از شاید 800 سال پیش که شاید هم جلوتر که زرتشتیانی که به هند کوچ کردن، مسافرت کردن و از ایران رفتن، این آرم فروهر رو که در سردر تخت‌جمشید در قسمت تالار دیده میشه، اونو نقش آرم خودشون تهیه کردن و در هند از چوب تراشیده میشد، چوبای صندل و چیزهای قیمتی که معمولا زرتشتی ها در زیر لباس به سینه آویزون میکردن، براش خیلی احترام قائل بودن، به هر جای لباس و نمیدونم پشت و پیش لباس نمیزدن. و این برای من بازتابی بود از سه گفته اشوزرتشت، اندیشه اینی گفتار نکردانی که بازتابش کاش به همه جا بود و مردم تحت تاثیر این از راستی و درستی اون برتر نمی رفتن، همه تحت تاثیر این سه گفته بودن. و یکی آفریقان که آتشی که کشف شده بود و باعث زنده نگه داشتن زندگی ها بود برای پخت و پز ها، گرم شدن ها، و بالاخره که الان ما نتیجه همون حرارت و آتش رو میبینیم که مردم چجور استفاده میکنن، و بازتاب این حرارت رو که در نگه داشتنش زرتشتی ها اصرار داشتن، و یکی از چیزاشون که این بود که نور به طرف نور نماز میخوندن نه به طرف آتش، آتش پرستی نمیکردن، ولی برای نور ارزش قائل بودند، اول خورشید، بعد ماه، بعد هر نوری که هر جا بود، حتی یک شمع روشن یا یک روزنه روشن، اینجا رو نماز میخوندن و صحبت آتش پرستی نبود، اگر هیچی نبود اون آتشی، گله آتشی که بود رو به اون میخوندن در تاریکی. به هر روی بازتابش زیاد بود برای من که اونو کشیدم. البته از این جهت به اون جهتم که حرکت کنیم به تغییرات نوری رنگی ما در این کار میبینیم. و بعد خدمت شما از شبت قهر و آشتی بود که وقتی تو جاده ها میرفتیم این درخت ها فرم میگرفتن، جایی میدیدی رو به هم هستن، گاهی وقت پشت به هم دیده میشن مثل که آدم ها با هم قهر هستن یا آشتی هستن، و در جایی مثلا میدیدیم یه چوپانی با گوسفندانش یا با گاوهاش رفته چرایی، حالا برمیگرده خسته نشسته توی یک چمنزاری زیر یک سایه درختی استراحت میکنه. اینها یک بازتابای قشنگی به اطراف خودش میدادن و از اطراف میگفتن که اینها رو من در اون سال به نقش درآوردم. و یکیشم رقصنده که خب من خودم از کودکی رقص خیلی زیاد دوست داشتم، به محض اینکه یک صدای نوایی رو میشنیدم، حالا هر چی بود، یه ضرب گرفته میشد من بی اختیار بلند میشدم و دلم خواست برقصم، و این حرکت رو حرکت ورزشی میدونستم، نه اینکه اون قرقم بله های نمیدونم چی اومدن، احساس میکردم این حرکتی که به اندام آدم رو سرجا نگه میداره، و خوشحالم که به عنوان یک ورزش من از رقص استفاده میکردم و میدونم که همه هم همین چیز رو دارن، چون عضلات رو محکم نگه میداره، فرم میده به بدن. و من کارخانه زوب آخرین تابلوها رو کشتم، یکیش هم جاده بود که جاده که میرفت به طرف از طرف آمل
جاده حراز میرفت به محمود آباد، ما زیاد میرفتیم میمدیم، چون بچه ها دوست داشتن که برن دریا و تابستون ها که بچه ها تعطیل بودن روزهای جمعه. وقتی که من بیدار میشدم ساعت 3:30-4 صبح احساس میکردم هوا خوبه، بهرام جون بیدار میکردم میگفتم هوا خوبه، پاشیم بچه ها رو ببریم شمال و بلند میشدیم صبح بچه ها رو میذاشتیم همون خوابالو توی ماشین و میرفتیم صبحانه اون رو در محمود آباد میخوردیم که بچه ها خیلی دوست داشتن اونجا سل سرویس بود، برن خودشون هر کدوم یه سینی بگیرن برن صبحانشون رو بردارن بیارن. تا اونجا خوابشون کرده بودن بیدار میشدن ساعت 8:30-9 میرسیدیم و صبحانه رو میخوردن، بعد میرفتن به دریا و ناهار هم همینطور دوست داشتن که سینی رو بردارن برن خودشون خوراکشون رو از اونجا برای خودشون سرو کنن بیارن، برای ما هم میآوردن. و این تفریح بچه ها بود در تابستون روز جمعه ها. صبح ها میرفتیم و بعد از اینکه عصر هم یه چای ما میرفتیم تو جنگل میخوردیم یا استراحتی میکردیم، بچه ها هم یک بار دیگه به دریا میرفتن و هوا که خوب بود برمیگشتیم. 8:30 من میرسیدیم به خونه، ساعت 8 تقریبا 7:30-8 میرسیدیم، برای که شوی فرخزاد بود، فریدون فرخزاد شوی بسیار قوی و خوبی داشت و مردم رو همه به یک چشم نگاه میکرد و برای همه احترام قائل بود، شخصیتی برای همه قائل شده بود، همه رو به یک نگاه میکرد و همه رو با هم آشتی میداد، انسان دوستی رو مطرح میکرد که اینها برای خیلی ها تعجب آور بود، چون در اینجا چیز طبقاتی زیاد بود. اون فکر میکرد من از این خانوادم، از اون خانوادم، اینجا جایگاه منه، اونجا جایگاه من نیست، خیلی از این حرفا بود. ولی فرخزاد اینها رو در یک طبقه میدید، میگفت همه انسان هستیم، همه در یک ردیف هستیم، ما باید سعی کنیم سطح معلوماتمون رو بالا ببریم، همه رو به تحصیل واداریم و کمک هم باشیم. در هر حال برنامه خیلی آموزنده ای داشت که ما دوست داشتیم که در اون ساعت پای تلویزیون بشینیم و اغلب از این جاده که میرفتیم میمدیم، همین درخت های کنار جاده اومد و رفت، تا حرکت همه چیز، تغییر رنگ ها، اینها همه به من انرژی میداد، فکر میداد، روحیه میداد برای کار. و همینطور بهرام جون که ایشون هم خیلی دوست داشت سفر رو، و من این جاده رو از اون جاده طرف حراز به آمل و به محمود آباد کشیدم و یه جنگل چالوس که در پاییز واقعا چقدر زیبا میشد از طرف چالوس که میرفت. من سهراب اغلب پنجشنبه ها میمدن ما رو همراه میکردن بریم شمال و تا جمعه عصری شب برمیگشتیم. خاطری خیلی خیلی خوشی هم با مهندس بهرام سهراب داشتیم در همین جاده که از طرف چالوس میرفت، چون ویلای ایشون طرف جاده چالوس بود، اونو از اونجا کشتم. و تک درخت تنهایی که وقتی ما به طرف چالوس میرفتیم از راه کرج و جاده قزوین میگذشت، اونجا در یک تپه، الان اسم خاطرم نیست، یک تک درختی در اون تپه ها بود بسیار زیبا که این تک درخت باوجود که این همه شاخ و برگ داشت، ولی چون در تپه قرار داشت به طور تنهایی، احساس میکردم هر کسی در درون خودش با داشتن فامیل، خانواده، خواهر، برادر، پدر، مادر، حالا همسر، فرزند، هر چی که دوربرش پر بودن با فامیل ها، بازم آدم با درون خودش تنهاست. و این تنهایی چه در جوانی، چه در میانسالی، چه در پیری، همه وقت ما اینو احساس میکنیم. این تک درختم اون موقع کشیدم. و یکی دیگه از چیزهایی که کشتم ذوب آهن بود، کارخانه ذوب آهن که تأسیس شده بود در اصفهان، شهر فولاد یا همچین چیزی، که برای بازدید فریدونی بهرام جون اونجا از طرف شرکت نفت میرفتن مطالعاتی در مورد زائده های اونجا میکردن، نفت با این کارخانه. ما رفتیم اونجا در هتل شاه عباس بودیم که بسیار زیبا بود و یکم انتظار، که واقعا اون انتظار هم کشنده بود برای من که اونو دخش کردم. در زمینی که سخت مشغول نقاشی بودم، زندگی هم رو میگذروندم، حالا که با داشتن کارگرها که بیان کار کنن یه مدتی و برن، که
بدون کارگر، خوشبختانه تنظیم کارها طوری بود که بچه ها میرفتن مدرسه و بهرام جون به اداره، صبح اینها رو میرسون میرفت تا عصری که بره بچه ها رو بیاره و نهار خوب میامد منزل. گاهی وقت هم نمی آمدن، ولی خب من کار خودم رو میکردم، ایشون هم تقریبا دیگه عادت کرده بود با همه سختی هایی که پیش می اومد و پیش می بردن من به کارم ادامه می دادم. ایشون دیدن من علاقه زیادی دارم و جدی دارم به کارم کار میکنم. کار تازه ای رو هم دائم میگم من کار تازه ای در نقاشی کردم، ایشون هم داره وجاب میشه و خوشبختانه خب میگذشت. دوره هامون ادامه داشت، دوره های هفتگی، جمعه ها، رفتن به مسافرت شمال، برگشتن ها، یا اینکه خودمون حواس کنیم وسط هفته یه ساعتی بریم و برگردیم به جاهای نزدیک، دیدن مهتاب، طول خورشید، اینطور چیزها، و دوره های شبانه که با دوستان هم آبادانی ها داشتیم، خانمای غفاری و شب نشینی که پیش می اومد، همه اینها بچه داری 53 تابلوی مادر رو داشتم در اندازه 60x50 که به منظور من از این مادرم بود که پشتیبان من بود و نوشته که در این مورد دارم به این صورت: مادر مقدس‌ترین و مهمترین عضو خانواده برای خوب تربیت کردن فرزندان است. تا فرزندانی برای جامعه آینده کشور تقدیم بدارد، به ویژه مادران فهمیده و نیکو و مهربان که در اجتماع مقام بالایی را دارند. شادم که من چنین مادری نمونه از همه دانایی و مهربانی ها داشتم، ولی افسوس که در گذشته چنین مادری در جوانی هم برایم ضربه دشوار بود و به قولی هرگز مباد که نوجوانی بی مادر شود. مادر واژه مقدس و وجود مادر مقدس تر با مسئولیت بیشتر. مادر وجودی است که با مهر و محبتش فرزندش را با امیدی بزرگ می کند که در آینده سازنده جامعه سالم و بزرگ باشد، که گفته می شود پشت سر پیروزی هر مردی مادری دانا، مهربان و راهنمای نیک ایستاده است. بنابراین در آغاز زندگی هر فردی مادر اوست که پایه‌گذار و سرنوشت ساز اوست. پس در مورد من هم مادرم بود که استعداد و علاقه مرا در هنر نقاشی شناخت و پیشنهاد ادامه راه هنری را برایم هموار کرد. به پیشنهاد ایشان پس از پایان دوره مدرسه به دانشکده هنرهای زیبای تهران در رشته نقاشی رفتم، در زمانی که در کشور ما ادامه تحصیل برای دختران تازه آغاز شده بود. شوربختانه در سال اول دانشکده بودم که مادرم را بر اثر بیماری در بیمارستان برجاوند زیر عمل، بر اثر رفتن برق اتاق عمل و باز شدن در اتاق و درد خاک ها از دست دادم. اون همان تا ببیند که غنچه چگونه شکوفا و تبدیل به گل می شود. و این درگذشت تنها فردی که محبوب و مشوق واقعی من بود. شوربختانه عمرش به او پروا نداد که زنده بماند و پیروزی من را در ابداع تکنیک جدید هنریم در جهان هنر نقاشی شاهد باشد. برای نقش این تابلو با الهام از نرده ها، حصیر ها و کرکره ها الهام گرفتم که اینها عواملی هستند در طبیعت که همه چیز از پشت اونها پیدا و ناپیداست و نیز الهامی را به وجود می آورند که این خود سوژه ای بود برای به یاد آوردن قیافه معصوم روانشاد مادرم. مادر برایم همیشه پیدا و ناپیداست، ناگفته نماند که همه الهامات من در هنرم و در راه پیدا کردن این تکنیک ابداعی و تازم در نقاشی رویایی از مادرم بوده. هنگامی که قلمو را به دست میگیرم و نقاشی میکنم، حس میکنم که با یاری روح مادرم نتیجه را به دست میآورم. با قدردانی از مادرم که همیشه قیافه مهربان او به طور مبهم در نظرم هست. پرسه مادر را با تکنیکی ابداعی از پشت نرده ها که چهره او را به طور مبهم نشان می دهد و برای من در تمام مدت با حائلی که روی صورت او را گرفته با حرکت از سمتی به سمت دیگر تابلو سایه روشن، کمپوزیون و گوناگونی و فرم را می نماید. و این تابلو را به مناسبت 23 سال در گذشته مادرم سیمین دخت زار نامدار نقش کردم که در 40 سال در گذشته مادر این تابلو را به برادرم
مهندس سیروس نامدار که جز نام مادر خاطره ای از او نداشت دیده کردم تا او هم مثل من با چهره مهربان مادر آشنا شود. و در سال 1330 بود که پس از درگذشت مادرم، چون او همیشه یادم میاد وقتی که من 13-14 ساله بودم صفحه اثر سنسان دنس ماکاب رو برای من تفسیر کرده بودن به این صورت که 12 ضربه نباخته میشه، مردگان بلند میشن و تا ساعت 4 صبح میرخصن با سازهای زهی که بود و ساعت 4 برمیگردن با صدای خروس خان برمیگردن به جایگاهشون، که من این تابلو رو به یاد ایشون کشیدم که مادر آغازگر رقص از این به بعد خواهد بود و بقیه بلند میشن و پشت سر ایشون رقص رو آغاز میکنن.